بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه این برنامه‌مون خیلی مهمه پس تا انتها با دقت پیگیری کنید بریم اول یه کلیپ ببینیم خب همه میدونیم که طالبان یک گروه وابسته بسیار خشن و ضد انسانی است که با کمک بیگانگان به زور اسلحه با کشتار مردم میخواد بر افغانستان مسلط بشه نقشه روشنه قبلا هم توضیح دادم طراحی جدید آمریکاست میخواد اینها رو مسلط کنه به محض اینکه مسلط بشن با شعار تشکیل خراسان بزرگ تهدیدی جدی رو علیه همسایگان بویژه ایران عزیز شکل خواهند داد بسیار روشنه که هدف اصلی از حرکت اونها از حمایت اونها تقویت و تسلیح اونها تهدید ایرانه و من مطمئن هستم به محض اینکه اونها مستقر بشن تمام مرزهای شرقی ایران عزیز مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که برطرف کردن اونها هزینه ها و دشواری های فراوانی رو به همراه خواهد داشت خب من این توتر رو افشا کردم و اعلام کردم با مردم افغانستان صحبت کردم با ملت های منطقه صحبت کردم با شما مردم عزیز خودمون صحبت کردم و به عنوان یک وظیفه وظیفه یک خدمتگزار کوچک سعی کردم توتعه رو تشریح کنم و افشا بکنم خب این صحبت های چند سال قبل احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران یک پیشبینی فوقلاده دقیق از طالبان رو ارائه داده که شنیدید بریم یک کلیپ هم ببینیم با هم که این روزها تو این یکی دو روز گذشته تو فضای مجازی به شدت داره دست به دست میشه من نمیخواستم به این شخص بپردازم اما دیدم خیلی تو شبکه‌های اجتماعی دارن دست به دستش میکنن گفتم بیام یه جواب بدم آبروی حیثیت براش نذارم چون یه کلیپ به جز این کلیپ داریم که واقعا رسواش میکنه بریم کلیپ کسی که ایران رو تهدید کرده رو با هم ببینیم من نکاتی رو اون ویدیو دارم بعدش یه ویدیو میبینیم که تیر خلاص بهش میزنه و بعد میریم سراغ موضوع اصلی این برنامه و اون اینکه نقش ترکیه در درگیری طالبان با ایران تو نقاط مرزی چیه بسم الله الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم وَلَا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين خب بریم اول ببینیم آیه که تلاوت کرد چه آیه یه. این آیه 190 سوره بقر است خدا تو قرآن 15 گروه رو دوست نداره که اتفاقا به اولین گروه تو همین آیه اشاره کرده ان الله لا يحب المعتدين اما نکات فنی و خیلی دقیق داره نقطه زنی کرده خدا تو اینجا میگه و قاتلو فی سبیل الله در راه خدا بجنگید با کی قاتلو یقاتلونکم این الذین یقاتلونکم کیه کسیه که به تو حمله میکنه کسیه که جنگو شروع میکنه و میخواد تو رو بکشه اما ولا تعتدو زیاده روی نکن از حد نگذرون به جنگ در راه خدا با کسی که به تو حمله کرده اما زیاده روی نکن چرا؟ چون ان الله لا یحب المعتدین خدا متجاوز رو دوست نداره تجاوز کار رو دوست نداره اتفاقا یکی از زیبایی های اسلام تو این آیه 190 سوره بقره و دو تا آیه بعدشه اونایی که دیدید دشمنان اسلام حمله میکنن آقا دین شما دین کشتار و قتل و قارت و فلانه خدا میگه اجازه شروع جنگ رو نداری اما اگر کسی بهت حمله کرد جنگ رو شروع کرد از خودت دفاع بکن بنابراین با توجه به برنامه دیشب از بالا سمت راست دومین دو ویدیو که روش نوشته فیلم لو رفته از درگیری طالبان با ایران توضیح دادم شروع کننده این درگیری طالبان بوده دو تا کلیپ اونجا نشون دادم واضحه بنابراین اولین ادعایی که این داره میکنه آیه قرآن میخونه یقه خودشون رو میگیره ببینیم در ادامه چی میگه البته پیامی داشتیم من یک مجاهد امارات اسلامی و سرواز اسلام اینجا باز یه دروغ میگه یه مجاهد امارت اسلامی این قبلا یکی دو تا پست به درد نخور بهش داده بودن که خیلی مهم نبوده بعد پرتش میکنن بیرون حالا دلیل چی بوده نمیدونیم کاری هم نداریم اما اینجا ادعا میکنه که مجاهد مجاهد نیست پس به عنوان حرفای مقامات رسمی طالبان نمیشه به این استناد کرد برای همینه که میگم خطرناکه اینا از یه طرف یه دم از پانکوردا و پانتورکا به علاوه برخی رسانای اصلاح طلب از داخل ایران دارن ملت دو کشور رو تحریک میکنن علیه هم دو تا تو به اونا بگی دو تا اونا به تو بگن یک درگیری در فضای مجازی شکل بگیره کینه و نفرت در وجود هر دو طرف شکل بگیره این خودش رو تو مرزها نشون میده همون اتفاقی که تو زمان عبدالملک ریگی پیش اومد تو بحث شیعه و سنی یه در از داخل تحریک میکردن که آقا به مقدسات اهل سنت توهین بکن از اون وقت چه اتفاق میافتاد عبدالملک ریگی ها پیدا میشد که خون شیعه رو مباه میدونست این چه اسلامیه این اسلام آمریکاییه دقیقاً چیزی که اینها دارن پیاده میکنن تو فضای رسانه تو همین یکی دو روز رسانه های اصلاح طلب رو رصد کنید آقا بزنید طالبان رو بترک کنید چرا بهشون سفارت خونه دادید چرا نمیدم اینجوری شد چرا اونجوری شد احمد مسعود رو ببین احمد مسعود رو ببین رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان پسر شاه مسعود نمیدم قهرمان پنجشیر فلان توییت زده کنایه زده به جمهوری اسلامی که چرا مثلا طرف منو نگرفتی طرف طالبان اولاً این سفارت خونه که داده شده برای اینه که نزدیک 10 میلیون اتباع افغانستانی تو ایرانن حالا از 5 6 میلیون میگن 7 میلیون میگن تا 10 میلیون اصلا بگو 1 میلیون اینا به هر حال باید مدیریت بشه رو هوا که نمیتونی کارو بکنی که طالبان به عنوان گروهکی که الان اومده حاکم شده بر افغانستان درست ما به رسمیت نمیشناسیم اما برای رد و امور اتباع افغانستانی داخل ایران تو مجبوری روابط دیپلماتیک داشته باشی ولی که قبول نداشته باشی چون خود همین میتونه بحرانزا باشه اگر این نتبا در داخل یا خارج هنگام ورود و خروج به ایران به مشکل بخورن خب تو میخوای چیکار بکنی این فضا باید مدیریت بشه دیگه پس بهتره که رودوش خود طالبان باشه به عنوان کسانی که ادعا میکنن حاکم افغانستانن اما از اون طرف وقتی احمد مسعود میاد این حرفو میزنه عکسایی که ازش منتشر شده نشون میده که اون نیومده طرف ایران بعدش هم چرا ایران باید بیاد, بیاد در جنگ داخلی شما دخالت بکنه شعله جنگ داخلی رو در افغانستان ایجاد بکنه و بنزین بریزه رو آتیش بعد فردا بیاد بگید که ایران دخالت کرد در کشور ما بعدش هم همونطور که طالبان توان این رو نداره که یک حاکمیت فراگیر تشکیل بده امثال احمد مسعود و بقیهشون هم نمیتونن چون اتحاد با هم ندارن بنابراین اینها یک فضایی رو ایجاد کردن که به جمهوری اسلامی حمله کنن بریم ادامه صحبت ها هم بشنبیم. اینجا میگه نظام مفسد ایران تو یا مسلمون هستی یا نیستی اگر نیستی که هیچی ولی اگر هستی باید اثبات بکنی جمهوری اسلامی تنها کشوری که 44 سال در برابر استکبار جهانی ایستاده همون استکباری که 20 سال کشور شما رو اشغال کردن شما کدوم گوری بودی اون موقع صحبت های احمدی نژاد که ابتدای برنامه دیدید اشاره به همون ادعای گذاف برخی طالبانی ها داره که ما در برابر ناتو ایستادیم آمریکا رو شکست دادیم آمریکا با توته اومد تو منطقه سر شما رو گرم کرد آخرم خودش رفت اومد فکر جدید رو در شما ایجاد و تولید کرد که علیه ایران بیاد قد علم کنید خودش گذاش رفت وگرنه آمریکا دیوانه بود بره تو این 20 سال چرا نمیتونستید مقابل آمریکا بیستید چی شد یهو تو چند روز تو ما رو آمریکا رو پیچیدید مگه میشه همچین چیزی عقل چی میگه منطق و وجدان خودتون چی میگه که با صبر و حوصله مردم افغانستان و آنان بازی نکنین اونایی که دارن بازی میکنن امسال شما این که هیچ چیز از مسائل دیپلماتیک حالیتون نیست اصلا نمیدید حدود مرزی چی هست سرشونو میندازن پایین از مرز رد میشه ما همچو مزدوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و بعد رو سرهم کنیم اینجا داره به اقتدار جمهوری اسلامی اعتراف میکنه این مزدوران غرب در برابر جمهوری اسلامی سرخم کردن یعنی کم آوردن پس اینجا یه اعتراف به نفع ایران کرد خب البته شما باید است که مدیون حوصله‌مندی بزرگان امارات اسلامی باشین در غیر از یقین داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار آمریکا در برابر شما بخواهیم شما و آنچه که حق ما از اون دفاع خواهیم کرد ما باید ممنون حوصله مندی سران امارت اسلامیتون باشین باشیم از زمین به آسمون میباره شما کالبها یا همون باطلان دارید در مرز ایران مرز خودتون رو نشون میدید جفتک اندازی میکنید هر از گاهی خبرهاش میاد آقا طالبان اومدن درگیر شدن تو مرز آزار دارید مریضید بیمارید ما داریم حوصله به خرج میدیم ما داریم مماشات میکنیم ما داریم بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب که سه تا بحث رو مطرح کرد ما برنامه‌اش رو ساختیم حکمت عزت مصلحت ما داریم بر اساس اون سیاست کلان با شما مدارا میکنیم اونم به خاطر مردم عزیز افغانستان نه حاکمیت خبیس طالبان بعد با شوق بیشتری در برابر ما میجنگید تا آمریکا چرا جمهوری اسلامی چه بهتون فروخته چهل سال اطبای افغانستانی رو, رو سرش نگه داشته همون کاری که شما اردش نداشتید چهل سال کشورتون رو دارن غارت میکنن دفاع از سرزمین اسلام و تمامیت ارجاع و ناموس ملی مسئولیت مسلمان همه مسلمانان افغانستان است از کدوم اسلام صحبت میکنی؟ اسلام آمریکایی؟ اگر شما بخواید تعرض کنید و بر حقوق مردم ما دست اندازی کنید حق ما را از حلقوم پدر و پدر کلانان میکشیم اونی که تعرض میکنه که شمایید اید حق هم که داریم میگی حقابه حق خب سرانتون گنده هاتون بعد از اینکه پل ابریشم در مرز بسته شد اومدن گفتن اعلام کردن رسما گفتن ما حقابه حق ایران رو به رسمیت میشناسیم طبق قرارداد که متحد هستیم حقابه مال ماست تعرض شما کردید حقابه حق هم شما نمیخواید بدید این حق طبیعی ماست خب اداماشون بشنویم و اگر یک بار بزرگان امارات اسلامی اجازه دارن که مجاهدین امارت اسلامی وارد جهاد و معرکت در برابر شما شود مطمئن باشین که انشالله به زودی ایران رو فتح خواهیم کرد گفتم که بزرگان امارت اسلامیتون از دیشب دیگه به تتپته افتادن گفتن که ما دیگه به رسمیت میشناسیم و اینا اما صدام من این غلط ها میکرد گفت نصف روز تهران رو میگیریم بعد دو روز بدم کل ایران رو میگیریم گور به گور شد جمهوری اسلامی همچنان هست تو که هیچی گنده تر از هم همچین غلطی نمیتونه بکنه آویزونت میکنیم چپکی اونها. شیطان بازی هایی که شما با غرب در حقیقت دوست هستید میکنید ببین تناقض رو میبینی میگم اینا فاقد شعورن عقل و منطق ندارن دروغگون همیناست اول صحبتاش اشاره کردم میگه شما با غرب مزدور سرشاخ شدید اونا در برابر شما کرنش کردن بعد اینجا میگه که با اونا رفاقت دارید بالاخره ما با اونا میجهیم یا رفیقیم باز با ما اینطور بازی کردن ما صادق در خود خدا هستیم و این را حق مسلم میخواد که از ارزش اسلامی از تمامیت و ناموس ملی مردم خود دفاع کنیم تو ناموس میفهمید چیه امثال تو اصلا فاقد شعور هستید که همین ناموس چیه شما اگر ناموس میفهمیدید چیه زنان و کودکان و افغانستانی آواره نمیشدن تو همین یکی دو سالی که اینا اومدن بر مسند نشستن حاکمیت افغانستان به دست گرفتن چه بسیار زنان افغانستانی که اومدن تو ایران پناهنده شدن و چندین خانواده از همین ها رو من خودم بهشون میرم سرکشی میکنم مواد غذایی براشون میخرم میبرم گوشت و مرغ میخرم میبرم پول نقد بهشون کمک میکنم یخچال میخرم گاز میخرم گوشی موبایلی نیاز داشته باشم به من میگن بعد تو حرف از ناموس میزنی باز دم ما ایرانی‌ها گرم که از ناموس شما دفاع میکنیم، حمایت میکنیم و ناموس خودمون میدونیم، هیچ فرقی نمیکنه خواهران و برادران افغانستانی ما ناموس ما هستن، هیچ فرقی کنه اما اون چیزی که شما نمیفهمی همینه دقیقا ادعا نکن. ادامه‌اشو بشنویم. و از مجاهدین امارات اسلامی و همه هموطنان عزیز خود خواهش من دشمنان اسلام و دشمنان مردم و وطن ما باشن، اتحاد و اتفاق را حفظ کنن و از خاک و وطن خود دفاع کنیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خب صحبتاشو شنیدید اما بریم یه کلیپ ببینیم من دیگه کلا تیر خلاص رو ببین بزنم بریم سراغ بحث نقش ترکیه آی رحیم و بکن پیام ما برای طالبایی است که اگر با مردم ما صلح نکنید و دست از ظلم و نایت و درور و انفجار و انتحار و دستور پنجاب پاکستانی ها بر ندارید با موجی از مواجه شده از ریشه و بنیاد و نطفه الله نابود میشه داره به طالبان میگه میگه ما شما رو از ریشه و بنیاد و نطفه نابودتون میکنیم اگر با ما صلح هم نکنید خب ما در برابرتون تمکین نکرده در برابرتون هم تمکین نمی کنیم تا آخری خون خود در برابرتان استاری میکنیم از خود همتانان خود و از خاک و تمامیت عرصی و نوامو ملی خود دفاع میکنیم تا آخرین قطره خونشون هم قرار بوده در برابر طالبان بیستن قرآن یه تعبیری داره درباره این اشخاص میگه مزبزبین بین این یعنی حزب بادن هر طرفی که اینا اجاره ای هستند تروریست اجاره ای یه زمان بر علیه طالبان صحبت میکنن هرچی ارباب پول بیشتری بده این حرف میزنن یه زمان میان با طالبان هن. در دفاع از طالبان حرف میزنن به اینا میگن تروریست های اجاره ای حالا میتونه تروریست فیزیکی باشه میتونه تروریست رسانه باشه مثل اون اتفاقی که گفتن دیگه پان ترکا ها میرن علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن اینا میان علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن یه عده بر علیه مردم افغانستان صحبت میکنن ببین اینا توطئه پیچیده که دشمن داره رقم میزنه که درگیری در منطقه ما شکل بگیره و این به نفع هیچ کدوم از دو کشور نیست دو ملت ضرر میکنن اما نقش ترکیه در این اتفاقات همونطور که احمد نجاد اشاره کرد خب اینا با توطئه آمریکایی ها اومدن اینجا و حاکمیت افغانستان رو به دست گرفتن یه نگاه به همسایه های افغانستان داشته باشیم در غرب ایران رو داره در جنوب و شرق پاکستان رو داره در شمال ترکمنستان ازبکستان و تاجیکستان و در شمال شرق تقریبا تو این منطقه به چین وصل میشه خب روابط ترکیه با پاکستان یه رابطه تقریبا خوبیه و ترکیه دوست داره که با افغانستان هم رابطهش خوب باشه از دهه 1930 از زمانی که امان الله خان شاه غربگرا تو افغانستان حاکم بود اینا روابط خوبی داشتن تا اواسط فکر می کنم دهه 70 میلادی بود بعد دیگه این روابط تار شد تقریبا به شکل قبل نبود کار رسید به اینکه حزب توسعه و عدالت ترکیه روی کار میاد عبدالله گل یک نشست سه جانبه برگزار میکنه سه چهار بار تکرار میشه این یعنی بین ترکیه افغانستان و پاکستان این روابط کم کم شروع میشه تا میرسه به بحث حضور نظامی ناتو در افغانستان که ترکیه هم به عنوان یکی از اعضای ناتو میاد در افغانستان حضور پیدا میکنه بین 1600 تا 2000 تا سرباز ترکا هم اونجا هست اما افغانستانی ها زیاد عکس خاصی نشون نمیدن به این مسئله یعنی دشمنی اصلی رو ظاهرا مثلا با آمریکا میدونستن ترکیه هم اولین کشوری هست که بعد از خروج آمریکا از افغانستان روابط دیپلماتیک خودش رو حفظ میکنه و اونجا الان سفیر داره اتفاقا یکی از صدهایی که تو افغانستان ساخته شد با سرمایه گذاری یک شرکت ترکیه بوده تجهیزات آوردن اونجا و اتفاقات رو دارن تو اون منطقه رقم میزنن همون اتفاقی که پارسال من برنامه براش ساختم درباره صد ایلسو که ترکیه چه توطعه بزرگی رو اینجا داره رقم میزنه و چندین کشور درگیر میشن با صد سازی های بی رویه روی دجله و فرات داره آب این مناطق رو یه جورایی قارت میکنه بعد اون ریزگرد هایی که شما مدام اینجا توی این منطقه شاهد هستید توی ایران توی عراق توی سوریه و شما الان تصاویری که توی استان خوزستان هست مخصوصا تو اخبار اگر نگاه بکنید وقتی که هوا آلوده میشه ماسک هم دیگه جواب نمیده یعنی یک توطئه ای رو اینجا رقم زدن که همون توطئه در مرزهای شرقی ایران هم باید رقم بخوره چطور همون بحث حقابه ایران هست حالا هدف ترکیه از این مسائل چیه خب همونطور که من بهتون گفتم الان اردوغان هم رأی امور امور شد دیگه گفتم فرقی نمیکنه چه اردوغان بیاد چه اون یکی بیاد اینا در اندیشه احیای امپراتوری عثمانی هستند یکی از موانع بزرگ خودشون که خب ترکیه دوست داره شرق اروپا رو وصل بکنه به مثلا به هند و چین یکی از موانع سر راه ایران هست برای همین هست که ترکیه با توتگری سهیونیستا پشت جمهوری آذربایجان بود خیلی سعی کردن با شیر کردن الهام علیف تو این منطقه یک آشوبی رو ایجاد بکنن که حالا همچنان هم ملتعب هست فضا اما آذربایجان عقب نشینی کرد و دید نه این توبه میری از اون توبه نیست حالا اینا سویچ کردن اومدن رو این ناحیه که اینجا بسیار خطرناکتر از اون بره. چرا؟ چون اینجا علاوه بر اینکه ما با یک طالبانی مواجهیم که فاقد شعوره یه نماینده غیر مستقیم هم در زاهدان دارن اینها که دقیقا حرفایی رو میزنه که دشمنا میخوان تو خطبه های نماز ای که گذشته اومده گفته ما آب و برق و امنیت و اینا نمیخوایم آزادی و اینا می‌خوایم ببین یه انسان چقدر باید فاقد شعور باشه که حرفایی بزنه که انسان خندش میگیره تکرار بکنه نیازهای انسان سه دست است ضروریات رفاهیات تجملات ضروریات همین آب و برق و گاز و خوراک و پوشاک این هاست رفاهیات دسته بعدیه مثلا شما یه ماشین خوب داشته باشی یه خونه آنچنانی داشته باشی یه باغ داشته باشی تجملات دیگه میره تو بحث چشم و همچشمی و اینها آزادی مرحله بعد از امنیته یعنی واقعا این مؤلفه‌های بدیهی نیازهای روزمره انسان و نیازهای اساسیش رو نمیدونه این حرفا رو میزنه بنابراین خطری که تو این منطقه الان هست علاوه بر اون بحث های اشتراکات مبنایی که ما با مردم افغانستان داریم مثل تاریخمون، تمدنمون، فرهنگمون، زبان مشترکمون، دین مشترکمون اینجا یک اتفاق دیگه میتونه رقم بخوره و اون بحث شیعه و سنی هست که حالا من توی برنامه که گذشت اشاره کردم که چه توتهی برای شیعیان زابل تو بحث حقاب مطرح هست و کامل تشریح کردم حالا ترکیه میخواد چیکار بکنه ترکیه میخواد بیاد از آذربایجان و خزر عبور کنه ترکمنستان وارد افغانستان و بعد به چین برسه قدرتی مثل ایران رو هم در مقابلش میبینه که کریدور شمال به جنوب رو داره تکمیل میکنه روسیه رو میاره به هند وصل میکنه برای اینکه بتونه ایران رو از این موفقیت باز داره جلوی راهش صد ایجاد بکنه باید یک ایران حراسی رو بتونه رقم بزنه این ایران حراسی وقتی شکل بگیره امنیت ایران خدشدار میشه در نگاه تجار بازرگانان و سایر کشورها و این کریدور عملا موفق نمیشه اینا میخوان قصدشون ضربه زدن به ایران از این ناحیه هست خب هرچی اقتصاد ایران لطمه ببینه اقتصاد افغانستان هم قطعا تأثیر پذیر خواهد بود چون اولا مراودات تجاری و اقتصادی داریم من اتباع زیادی از افغانستانی و داخل ایران هن. خب اگر اوضاع اقتصادی ایران به هم بریزه به ضرر اینا هم هست خب اینجا چیکار میکنه میاد با همون ترفندهایی که توی آذربایجان میخواست پیاده کنه اینجا اتفاقاتی رو در قالب تنشهای مرزی رقم میزنه هم کم این جسارت رو میخواد بیشتر کنه در طالبان که آقا شما یه بار رفتید یه چیز نگفتن دو بار سه بار چهار بار اما این سری جمهوری اسلامی هشدار نهایی رو میده یه حواست باشه بزنی بعد میزنی ما ما یه شهید دادیم اونا چندین نفله داشتن بنابراین نباید از نقش ترکیه توی این منطقه قافل شد هرچند که آمریکایی ها با توطئه که توی افغانستان پیاده سازی کردند و تحویل حکومت به طالبان بود اصلا شبیه جوک بود تنز بود شما مثلا صبح ساعت 9 میگفتن طالبان فلان جا رو گرفت نیم ساعت بعد میگفتن فلان جا هم گرفت یعنی آمریکا انقدر خار و ذلیل شده بود که 20 سال اونجا بود اینا خب تو 20 سال چیکار کرده بودن چی شد که یهو تو مدت زمان خیلی کوتاه ورق برگشت طالبان کل افغانستان رو قبضه کردن حالا درگیری مثلا تو پنچیر اینا بود ولی شما کل مساحت افغانستان رو بذار یک کفه ترازو پنچیر بذار تو یک کفه ترازو مثلا با هم نمیخونه با این حال باید مردم هر دو کشور هر دو ملت حواسشون باشه دشمن یه توطعه پیچیده این که میگیم ما در یک جنگ ترکیبی هستیم واقعا اینجا هم یک توطئه ترکیبی تو این منطقه و هیچ کس جز دشمن بهره برداری نخواهد کرد نگاه نکنید الان مثلا ترکیه خواهان روابط خوب با افغانستان یا روابطی دارن میاد سدسازی میکنه تجهیزات میاره سرمایه میاره این بحث بحث چیز دیگه ایه. شده حکایت همون گربه که محضر زای خدا موشته نمیگیره اینا اگر خیر شما رو میخواستن صلاح مردم افغانستان رو میخواستن این همه مقامات ترکیه تاکید نمیکردن که آقا اتباع افغانستانی دارن وارد میشن اونم چند تا هفتاد هزار تا یعنی یک درصد جمعیتی که در ایران هست دیوار میکشن مرز رو ببندیم که اتباع افغانستانی نیان پس اینا دوست شما نیستن حواستون باشه توی فضای مجازی پان خیلی فعال شدن بحث همین درگیری های مرزی که بین ایران و طالبان پیش میاد اینا خیرخواه من و شما نیستن اینا میخوان فضا ملتهب بشه هر دو کشور رو به هم بریزن از دور به ریش من و شما بخندن امیدوارم که از تماشای این برنامه هم لذت کافی و وافی رو برده باشید با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون